آموزش یک نوع غذای سنتی از شهر اصفهان به نام حلیمه بادمجان. خب در خدمتتون هستیم، میریم سراغ مواد اولیه. گوشت گردن یا سردست بهتره که گوسفندی باشه 1 کیلو، بادمجان قلمی 3 کیلو، برنج خام نصف لیوان یا 1/2 لیوان، کشک 500 گرم، زعفرون حل شده به مقدار لازم، نعنا داغ به مقدار لازم، پیاز داغ، سیر داغ 5 قاشق غذاخوری، نمک، فلفل، زردچوبه به میزان لازم، روغن مایه 100 گرم که آب گوشت یا آب معمولی هم میشه استفاده کنیم در آخر که میتونن برای اینکه میخواییم غذامون رو بپزیم بهتره که از آب گوشت استفاده شه، ولی اگه آب معمولی هم بود میشه. خب برای شروع کار ما روغن داریم، روغن رو میریزیم. ابتدا روغن رو ریختیم، زردچوبمون رو اضافه میکنیم. فقط یادشون باشه که زردچوبه نباید خیلی رو حرارت بمونه چون تلخ میشه. بادمجونایی که سرخ کرده بودیم و داخل قابلمه‌مون میریزیم. بادمجونا رو از قبل میتونن پوست بکنن، نمک بپاشن، 2 ساعت قبل بذارن کنار تا تلخ برای گرفتن تلخی بادمجون. میتونن بعدش خشک کنن داخل روغن با حرارت ملایم سرخ کنن. اگه حرارتشون ملایم باشه روغن کمتری میگیره، ولی اگه حرارت زیاد باشه هی باید ناخودآگاه روغن بریزن تا بادمجونامون سرخ شه. بعد از اینکه بادمجونامون رو ریختیم برنج داریم. برنجمون رو فقط در حدی که میشوریم، یعنی احتیاجی نیستش که از قبل خیس شه بعدن استفاده شه. یه نیم ساعت قبل، 20 دقیقه قبل میشورن، میذارن کنار، آبش که تمیز شد، زلال شد، آبش رو خالی میکنن، میریزیم داخل تاب قابلمه‌مون. یه گوشتش سرکار خانم این سوال چون چند بار تکرار شده ازتون میپرسم که پرسیدم میشه حلیم بادمجون رو با مرغ هم درست کرد؟ نه نمیشه. کلن حلیم همه کشش، چه حلیم گندم چه حلیم بادمجون، به گوشتیه که استفاده میشه. بهتره که گوشت گردن استفاده شه برای اون قوام اومدنش، برای لعابش خیلی بهتره. بعد خیلی ها سوال کردن از خودم هم، مثلا چه برنج، عدس هم میشه؟ آره عدس هم میشه بریزن، فقط تنها اشکالی که عدس داره اینه که تیره میکنه حلیممونو. برنج هم لعاب بیشتری میده، هم رنگش رو روشن میکنه. بعد از اینکه برنجمون هم ریختیم بهش نمک و فلفل اضافه میکنیم. بعد از اینکه برنجمون رو ریختیم شما میتونید ببینید، من گوشت رو از قبل، گوشت گردن بوده با آب و پیاز و فلفل، نمک به هیچ عنوان نمیزنن چون گوشت قرمز سفت میشه. گوشت رو که پختم، بعد از اینکه پختم حالا میتونن داخل میکسر غذاساز بریزن، اگه در دسترس نبود میتونن ریش ریش کنن، ولی بهتره که برای این غذا میکسر داشته باشن چون نهایتا باید این میکس شه. بعدش که گوشتشون رو پختن میتونن اون آب گوشتشون رو یه ذره آبو بیشتر بریزن، برای داخل حلیمشون از آب گوشت استفاده کنن. حالا اگه آب گوشت نداشتن چیکار کنن؟ هم آب معمولی میتونن استفاده کنن، هم میتونن از عصاره گوشت استفاده کنن. عصاره گوشت اگه خواستن استفاده کنن، ما برای این غذا حدود 4 تا لیوان آب میخوایم. اگه آب گوشت بود 4 تا لیوان، اگه آب معمولی بود میتونن توی هر یه لیوان یه دونه عصاره گوشت رو حل کنن بریزن. فقط همونجور که میدونید عصاره چون طعم داره و نمک داره بهتره که نمکش رو نریزن، آخر تست کنن نمکش اگه احتیاج بود بعد به ذائقهشون اضافه کنن. یه چیزی که خوب شد گفتید میخواستم اصلا بگم اینه که حلیم بادمجون رو میتونن اصلا بدون اینکه سرخ کنن. من خودم امتحان کردم، اونم خیلی خوشمزه میشه. برای یعنی چیکار کنم؟ ببینید بادمجونا رو که پوست کندن، نمک پاچیدن، تلخیشو گرفتن، بادمجون رو بریزن، روغن رو که ریختن، زردچوبه رو ریختن، بادمجونای خامو حلقه حلقه کن یا تیکه‌های کوچیک داخل روغن و زردچوبه تفتش بدن، بعد بر آبو اضافه کنن یا آب گوشت و همین که جوش اومد برنجو اضافه کنن، اونم خیلی خوشمزه میشه. یعنی چیز خاصی نیست که من بگم مثلا کسایی که نمیتونن سرخ گردنی بخورن حتما، با اونم میتونن درست کنن، میتونن امتحان کنن. روغن کمتری هم میبره، علاوه سلامتی هم خب خیلی بهتره، میتونن اونم استفاده کنن، مشکلی نداره. خب بعد از اینکه برنجمون رو ریختیم آب گوشتمون رو بهش ما اضافه میکنیم. در مورد آبی که بهش اضافه میکنیم، خیلی نباید باشه، در حدی باشه که وقتی که آب ریختیم بعدش در انتها برنج و بادمجون آبش کشیده شد باید اینا له شده باشه. اگه آبشو خیلی ریخته باشن وقتی که له میشه آب داشته باشه هی ما مجبوریم رو حرارت بذاریم این آبش تبخیر شه.
بعد حلیممون خیلی شل میشه وقتی یعنی تو ظرف میریزیم میخوایم یه حلیم کشدار داشته باشیم میبینیم خیلی شلکیه. پس آبش اون حد همون 4 لیوان بریزن تو این حجم. بعدن اگه یه موقعی چون بعضی برنج مثلا کهنه است جوش بیشتری میبره تا حل شه و له شه میتونن دوباره آب بهش اضافه کنن نهایتا، ولی اگه آبش زیاد بشه دیگه کار نمیشه، مجبورن در حرارت زیاد کنن در قابلمه رو بردارن که آبش سریع تبخیر شه، که من پیشنهاد میکنم که آبش رو اندازه بریزن که به این مشکل نخورن. بعدش که آب گوشت ریختیم درش رو میذاریم، این شروع میکنه به جوشیدن، حرارتش رو ملایم میکنیم تا این آروم آروم بپزه، برنج و بادمجون له شه، یعنی یه غذای له شده ای هستش در انتها. بعد از اینکه این له شد ما داخل دستگاه غذاسازی یا میکسر میریزیم، اینو میکس میکنیم مثل گوشتمون که میکس کردیم. وقتی این پخت گوشت میکس شده رو بهش اضافه میکنیم، میتونن با هم بریزن داخل غذاساز، میتونن جدا هم بریزن، فقط گوشت تیکه ای رو نمیتونن با این بریزن داخل غذاساز چون خیلی زمان میبره له شه، بعد غذامون خراب میشه. بعد که گوشتم ریختیم میتونیم اون موقع دیگه کشکش رو بهش اضافه کنیم، نعنا داغ، پیاز داغ، سیر داغ، در انتها زعفرونش رو بهش اضافه کنیم. یه نکته در مورد نعنا داغ من به عزیزان بگم اینه که نعنا داغ رو خیلی رو حرارت نذارم، به محض اینکه روغن داغ شد زردچوبه نعنا داغ رو بریزن بعد تف بدن سریع بردارن، چون اگه زیاد رو حرارت بمونه تلخ میشه. خب برای حلیم بادمجون طرز تهیهش رو من اول بگم که فکر کنم مهمتره. روغن رو ریختیم داغ کشید، زردچوبه رو اضافه کردیم، بادمجونای سرخ شده به همراه برنجی که قبلا شسته بودیم داخلش ریختیم، آب گوشت رو بهش اضافه کردیم، جوش که اومد گفتم حرارتش رو کم میکنن تا کاملا بادمجون و برنجمون بپزه، فقط هر از گاهی هم بزنن به دلیل داشتن برنج ته نگیره. بعد از اینکه این له شد میتونن گوشت پخته شده میکس شده یا له شده شون رو اضافه کنن به همراه کش، پیاز داغ، سیر داغ و بهش اضافه کنن، آروم کمش میکنن تا جا بیفته، قبل از اینکه جا بیفته همه رو با هم میکس میکنن که له بشه، بعد روی حرارت میذارن، زعفران اضافه میکنن، مرتب هم میزنن با حرارت ملایم تا مثل حلیم کش بیاد و قوام بیاد.